بخشیده به تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در سرتاسر کشور چورابینی های مختلفی ورزشی برگزار میگردند. امروزها تالارهای ورزشی کشور پر است مخلصان بوده با حضور خش به ورزشگران روح الهام تازه میبخشند. این نوبت بخشی کار با جوانان ناحیه روداکی سبقت فوتبال بازان را با شرکت 14 دسته راه اندازی نمود. رقابت های فوتبال بازان در ورزشگاه دیهات سلطان آباد ناحیه روداکی برگزار گردیده طول یک ماه دوام کرد. با اطلاع کمیته تدارکات مسابقه چورابینی مینبت انانوی گردیده در نظر است شماره زیاد تیم های فوتبال را در بر گیرد. باید تذکر داد که شوقت و رغبت به بازی فوتبال در ناحیه مذکور زیاد به چشم میرسد و پیوسته مسابقه ها برگزار میگردند. ورزشگران ناحیه روداکی بارها در مسابقات سطح جمهوریوی و جهانی نفوذ کشور را بالا برداشته در رشد این بعدی ورزش در کشور سهمگذار میباشند. مقصد از برگزار نمودن چنین مسابقه های ورزشی این هم هر چی بیشتر جلب نمودن جوانان به ورزش، طرز حیات سالم و سالمی جوانان میباشد و در آینده ما اقدام گرفتیم که چنین مسابقه های ورزشی را علاوه‌تن با مسابقه های ورزشی والیبال و ششکا و شاهمات را در تمام جماعت های شهرک و دهات ادامه دهیم و گذرانیم. پس از رقابت‌های یک ماه غالیبان نیز معین گردیدند. دور نهایی که بسیار جالب صورت گرفت، دسته‌های سلطان آباد و یوان را به هم آورد. گرچند جانب‌ها هجوم‌های پی در پی سوی دروازه رقیب سازمان می‌دادند، اما رفت مسابقه تنها یک غالیب را معین نمود. تیم یوان در این رقابت‌های سخت و سنگین به مقام اولی افتخاری دست یافت. شادی و نشاط بازیگران این تیم و هیئت مربیان و رهبران دسته به حد و کنار بود، زیرا در مسابقه امسال که به 30 سالگی جشن استقلال راست می‌آید، تیم مذکور غالیب دانسته شد. غالیب مسابقه در قطار کسب مقام اول باز و افتخارنامه و دیپلم و مکافات پولی ها قدردانی گردید. مبلغ 4000 سومانی از جانب مدیر بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه روداکی و رهبریت جماعت مذکور به هیئت فوتبال بازان سپریده شد. به غالیبان زینه دوم نیز در فضای تنتنوی جام و مدال ها و مکافات پولی ها با مبلغ 1500 سومانی تقدیم گردید. 1000 سومانی را کمیته تدارکات به غالیب زینه سوم سپرید.